حالا سهراب از حرفهای من خوشش نیاد، نمیدونم هوشنگ خوشش نیاد، احمد خوشش نیاد، کیومرث خوشش نیاد، اون خانوم و اون آقا و اون تیمسار و اون نمیدونم چی خو... Believe me, believe me from the bottom of my heart, I don't give a damn. شما رخش بزرگی داری شاهزاده، شاهزاده شیعه الازرد رسوندی خودت رو به یک شهرمند، گیرنی تو پرتاک با چهار تا بچه اطلاعاتی و مجاهد بار چندو بدارن این کلا رو سر شما میذارن. یعنی چی اگر کسی جنبش سبز رو نپذیره من رو رد کرده؟ یعنی چی اگر کسی حرفای من رو قبول نداره طرفدار من نیست؟ ما باید طرفدار چیه شما باشیم شاهزاده؟ 30 سال دیگه صبر بکنیم؟ ما طرفدار اون تاجیم، ما طرفدار اون پادشاهی هستیم، ما طرفدار اون سامانه هستیم، ما طرفدار اون آیین کهن هستیم. شما هم یک نماد و یک سمبل میخواییم، پارلمانی. اما بابا تو صحنه هستی یا نیستی، اگر هستی اول طرفدارای خودت رو داره خودت جمع کن. شما که همش یا با مجاهدی یا با توده‌ای هستی یا با دوی خردادی هستی یا نمیدونم تبریک به خاتمی هستی یا موسوی نمیدونم قهرمانه و بابا بسه. حالا چقدر از من بدشون میاد؟ اون 50 نفر هم که پول میدادید دیگه ندید. میدونید چرا؟ بازی رو دوست دارید، بازی رو دوست دارید، بازی چه بودن رو دوست دارید. آقا ایشون محدوده، آقا ایشون در هزار جور محدودیت داره. آقا چرا نمیاد حرف بزنه؟ چطور شاهزاده میتونه با توده‌ایه بره مصاحبه کنه؟ چطور میتونه تو تلویزیون اندیشه بره که به خاطر اینکه سعید شیمرانی میخواست با اون زهاب زهداب چی چیه یه مصاحبه راجبه وی او ای بکنه؟ اون فروزنده جاسوسی کرد به اون یارو، نوکر رفسنجانی تلفن زد و اینو اونو انداختن بیرون و مصاحبه اونو قطع کردن و اینگونه مسائل. با اونا شال سبز میندازه عکس میگیره با آدم های خونسایی مثل میبادی و ایکس و ایگرگ و اونایی که جان نساریم و غلامیم و حلقه به گوشیم میشینه. چرا با من نمیای حرف بزنی نیم ساعت یک ساعت؟ برای اینکه سوال من از شما میدونی چیه؟ شاهزاده نافرمانی های مدنی شما سرکارگزاری بود، امروز فقط اتحاد سرکارگزاری بود. دنبال خاتمی رفتن و نمیدونم دنبال موسوی رفتن و دنبال جنبش سر، شما خودت رو کوچک کردی وقتی اون سبز رو دستت کردی. من پادشاهی میخوام. خوشبختانه و یا متاسفانه شما اون پادشاهید. پس باید خودمون بریم جلو کارو تمام کنیم. نشستن در انتظار اینکه از شما معجزه‌ای بر بیاد به اهورامزدای ایران، من هر جور انالایز میکنم توش چیزی نمیبینم. برای اینکه دوروریاتون انقدر گرد و غباره، گرد و غبار که چرت کنم خورد شیشه دوروبرشون هست تو جنسشون، کتاب 30 سال 40 سال دیگه شما رو تو همین وضع نگهید میدارن. شما رضایت دادی، رضایی به رضایت دادی به وضعیت موجود. توی خونه 5-6-7-8 میلیون دلاری که نشده دکی تو داری میکنی و مصاحبه این برون برو نه برو و بیا و این گونه مسائل. یه دونه کاخ کوچولو هم تو باشه این طور باز خواهی داری اعلی حضرت هم یه اتصدا میکنن و دست هم میزنن و جابیچا هم میگن و مثل منم هر جا میرم جابیچا تو مغزم و تو سرم بیرون میاد. حالا کیه؟ شهریار در ونکوور از حرف من بدش میاد، نمیدونم عبدی عزیزم از نوادا بدش میاد، خانوم ایکس از اینجا بدش میاد، احمد و ویسی که اصلا آی دونت گیو ا شیت بدش میاد یا خوبش میاد. بزرگترین بدبختی ها رو ما از این کشیدیم. آقا
من دارم زجر میکشم، من دارم شب و روز میبینم. کجاست این پادشاه؟ مگه نگفت آریا مهر بزرگ فرزندم را به شما ملت می سپار؟ آقا پذیرفت، هی پس گردنی زد، هی انداخته بود کنار با یه مشتوده ای و با قاتلای پدرش و با دشمنان کشور. و آقا هیچ کس بیشتر است شاپور بختیار به کشور ما خیانت اگر کسی کرد مصدق و سلطنه بود. ارتش را خود منحل کرد، سازمان امنیت و منحکش برو دو دستی داد دست خمینی. من خودم اینجا نشستم گفتم چرا اون آدم کشه بی پدر و مادر حروم زاده را هر کسی رو کشته پس میدی؟ ولی هر کسی باید کار بکنه، چی می نویسه، چی کار میکنه، چی کجا میرش. سکوی امروز باز اس اس شد، گشتاپو شد، ریسیست شد، فاشیست شد، ضد شاهی شد. نگفتیم؟ نگفتیم؟ چی گفتید؟ I love the guy. Guy is not in the middle of the road. نیستش تو میدون نیست. He is not fighting. Or maybe he is not a fighter at all. فرش قرمز که پند نمی کنن پادشاهی رو به ما بدن که. من باید اون شیرهایی که در وسط این میدان و تاج وسطشه با کارت برم باشون بجنگم، بکشمشون، دو سه نفر دیگه بیان کمک تاجو بلند کنیم، سر ایشون بذاریم. ایشون باید تا نزدیک میدان بیاد به شیرام نزدیک نشه. کجاست؟ تا کی میخواد بشینه به توصیه های این احمد اویسی گوش کنه؟ تا کی به توصیه های بهتان خونساری و علی رضا نوری زاده و شهریار آهی و داریوش و مایونو؟ تا کی؟ اینا همشون بقای این رژیم را میخواد چون نوکران خارجی هستن. آقا اگر پذیرفتی همین زندگی رو به خانوم و بچه ها داری در خارج از کشور میکنی، راحت هم هستی. به اهورامزدای ایران خیانت، به اون بچه هاست که به دار دارن میکشن خیانت، به ما وطن پرستانه که این نقش خونسار شما بخوای سیاست مدارانه ادامهش بدی. من خیلی خسته شدم، اما حرفا تو اینجا جمع میشه. جمع میشه. 20 سال پیش ایشون اگه میگفت من نیستم، به اهورامزدای ایران ایران آزاد میشد. 10 سال پیش میگفت آزاد میشد. همین امروز بیاد بگه هستم، اما نه از اون هستم های 30 ساله. پرچم بگیره تو دستش بیاد وسط میدان، بنده تظاهرات 20,000 نفری با 20,000 تا عکسای ایشون جلوی فدرال میتینگ، نامردم، بی ناموسم، بی شرفم، راه نندازم 50,000 نفر طرفداران تو همین لس آنجلس بلند شه بیاد سخنرانی کنه. بس فرداش بازی رو عوض میکنیم، همون 50,000 نفر جلو کاخ سفیدیم، زیاد میشیم 100,000 نفر جلو سازمان ملل متحدیم، زیاد میشیم میریم جلو اتحادیه اروپا با عکسای پادشاهمون. آقا بلند شو بیا، من این کار رو میکنم، دیگران هیچ نه جرأتشو دارن نه ارزشو دارن، وابستن، مزدورن، جیره کارن. پادشاهی رو تو همین جلسات 4-5-6 نفری ما مونارکیستا این دوزاری ها اینجوری میخوان. برای پدرت و پدر بزرگت جلسه امسال میشه 75 نفر. نه یک دونه یک پنی تا به این 31 سال از شما شاهزاده دفترتون بنده پول گرفتم، چون شما اصولا به طور کلی دفترتون همیشه این receiving side receivere payable account payable که نداره، receivable داره. نه در این تلویزیون یک پنی گرفتیم، نه از هیچ کس. این مردم بود، این مردم هم اگه فریادهای امروز منو درک نکردن که از عشق به شما به عنوان پسری که پدرش او رو به ما سپرد و به قانون اساسی که اون قانون اساسی مشروطیت هم به سبب بعضی مفادش مورد قبول نیست، تا
چون دین در حکومت دیگه نمیتونه کاری داشته باشه. یعنی در فردای ایران شاهزاده رضا پهلوی، اعلی حضرت رضا شاه دوم، هی میگیم شما پادشاه پارلمانی هستی، نمیخواهیم قدرت پدرت را داشته باشی، نمیخواهیم دخل و تصرفی در امور مملکت داشته باشی، ما نمیخواهیم دین در حکومت نفوذی داشته باشد. یعنی اگر شما به ایران اومدید پای به شاه شدی احمد اویسی یک کلم حرف اضافه زد یه پس گردنی میخوره، میره میشینه در یه جا میشینه یه کتاب دید مینویسه در مورد این 30 سالی که چه بلایی سر ما طرفداران نظام پادشاهی آورد. میریم و برمیگردیم.